ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب یک اخترورش با باد بسیار شدید و کشنده رو که از یک سیاه‌چاله بسیار بزرگ در جهان دوردست میوزه مشاهده کردند. این کشف یه پیشرفت بزرگ توی درک ما از چگونگی تکامل و نهایتاً مرگ کهکشان هاست. اخترورش J172115 اونقدر دوره که ما اونو به شکلی میبینیم که 700 میلیون سال بعد از بیگ بنگ بوده. یعنی میتونیم نگاهی به اولین دوران جهان داشته باشیم. توی این قسمت از پاراگراف توضیح میدیم که این کشف جدید جیمز وب چه معنایی داره، چرا مهمه و چطور میخواد دیدگاهمون رو در مورد جهان تغییر بده. این اخترورش حدود 13.1 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره. جالب اینجاست که ما اونو در حالتی مشاهده میکنیم که انگار فقط 700 میلیون سال از بیگ بنگ گذشته. یعنی جهان فقط حدود 5% از عمر فعلیشو داره سپری میکنه. به زبان ساده، اخترورش یک سیاه‌چاله فوق‌العاده بزرگه که به شدت در حال بلعیدن گاز و غبار اطرافشه. وقتی این مواد به سمت سیاه‌چاله میفتن، یک دیسک تجمعی تشکیل میشه. یعنی یک ابر مسطح و چرخان از گاز و غبار. نیروهای گرانشی در این دیسک تجمعی باعث ایجاد اصطکاک میشن که مواد رو به دمای بسیار بالا میرسونه و به شدت میدرخشن. در واقع اخترورش ها بعضی از درخشان ترین اجسام تو جهانن، طوری که حتی از کهکشان های بزرگ و کامل هم روشن ترن. حالا این اخترورش خاصی که جیمز وب دیده به تنهایی یک باد بزرگ به اندازه یک کهکشان تولید میکنه. این باد گاز و غبار رو با سرعت 7.6 میلیون کیلومتر در ساعت از کهکشان دور میکنه. 6000 برابر بیشتر از سرعت صوته. طول این باد 7500 سال نوری گسترش داره، یعنی حدوداً به اندازه کنار هم گذاشتن 25 منظومه خورشیدیمون. یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز این باد اینه که هر سال موادی معادل 300 خورشید از کهکشان دور می‌کنه. این قدرت پیامدهایی رو برای کهکشان داره که بهش می‌رسیم. حالا چرا این بادهای اخترورش اینقدر مهمن؟ چرا باید برامون مهم باشه که این اخترورش داره با سرعت بالا گاز و غبار رو به بیرون می‌فرسته؟ جواب توی ستاره‌ها نهفته است. یا بهتر بگم نبود ستاره‌ها. میدونیم که گاز و غبار مواد اولیه ضروری برای شکلگیری ستاره ها تو کهکشانهایی مثل راه شیری هن. ستاره ها توی ابرهای متراکم گاز مولکولی به دنیا میان. اما توی این اخترورش باد داره عملاً این مواد سازنده ستاره ها رو به بیرون میفرسته. انگار یک اخطار تخلیه کیهانی به کهکشان داده. کهکشان داره از گاز و غباری که برای تولد ستاره های جدید نیاز داره خالی میشه. بدون این مواد توانایی کهکشان برای ساخت ستاره ها متوقف میشه که به این فرایند خاموش سازی میگن. یعنی کهکشان آروم آروم خاموش میشه چون چیزی برای تولید نداره. وقتی بادهای اخترورش فرایند ستاره سازی رو خاموش کنن، عملا توانایی کهکشان برای تولید ستاره های جدید از بین میره و به مرور به چیزی تبدیل میشه که دانشمندان بهش میگن کهکشان مرده. بدون ستاره های جدیدی که برای رشد کهکشان مهمن، حالا تکاملش متوقف میشه و کهکشان به حالت سکون در میاد. این باد اخترورش نمونه ای از همین فراینده. محققان معتقدند که این باد به اندازه قویه که کهکشان رو کلن از مواد لازم برای شکلگیری ستاره خالی میکنه و احتمالاً دیگه این کهکشان ستاره جدیدی نمیسازه و به زودی به کهکشان مرده تبدیل میشه. علاوه بر این، بادهای اخترورش محدود به کهکشانهای دوردست هم نیستن. مشاهدات جدیدی از کهکشانهای نزدیکتر مثل NGC 1068 بوده که نشون میده حتی توی دنیای کیهانی خودمون سیاه‌چاله‌های بزرگ میتونن جریانات گازی مولکولی ایجاد کنن که فرایند ستاره سازی رو خاموش کنه. این موضوع تایید میکنه که سیاه‌چاله‌ها چه در اوایل جهان و چه در زمان حال به شدت با چرخه زندگی کهکشان‌ها مرتبطن. حالا که تأثیر این بادها رو روی شکلگیری ستاره ها بررسی کردیم، بیایم به خود سیاه‌چاله و معنای این کشف برای رشد کهکشان و سیاه‌چاله ها نگاه داشته باشیم.
در مورد J17215 بادش اونقدر قویه که در واقع داره منبع تغذیه خود سیاه‌چاله رو قطع میکنه. سیاه‌چاله‌ها با جذب گاز و غبار اطرافشونه که رشد میکنن. اما وقتی یک باد اخترویش این مواد رو به جای جذب به بیرون پرت کنه، پس دیگه سیاه‌چاله نمیتونه تغذیه کنه. این یعنی رشد خود سیاه‌چاله بزرگ متوقف میشه یا به شدت کند میشه. این اتفاق توی مطالعه هسته‌های فعال کهکشانی که بهشون AGN میگن و سیاه‌چاله‌های فوق‌العاده بزرگ نیرو میگیرن رایجه. این هسته‌های فعال مثل اخترویش‌ها بادها و جریان‌های تولید می‌کنن که هم تکامل کهکشان و هم رشد سیاه‌چاله رو کنترل می‌کنه. با دور کردن گاز و غبار، این بادها مقدار موادی که سیاه‌چاله می‌تونه جذب کنه رو محدود می‌کنن و عملاً اندازه سیاه‌چاله رو کنترل می‌کنن. اما این اخترویش تنها نیست. توی سال 2019 محققان سیاه‌چاله‌ای در مرکز کهکشان M87 رو که با تلسکوپ افق رویداد تصویر برداری شده بود بررسی کردند و اونجا هم جریانای بزرگی رو دیدن که به طور مشابه روی کهکشان اطرافش تأثیر میذاشت. این جریانها و جتها هم مثل بادهای اخترویش روی محیط ستارهی تأثیر میذارن. همچنین تو سال 2015 ستاره شناسان اخترویش SDSS J1106-1939 رو کشف کردند که یکی از درخشانترین اخترویشهایی بود که تا حالا پیدا شده. این اخترویش هم بادهای قدرتمندی تولید میکرد که میتونستن ستاره سازی رو توی کهکشانشون متوقف کنن. پس این یافته ها نشون میده که بادهای ناشی از اخترویش چیز منحصر به فردی نیست و یک پدیده کیهانیه که میلیاردها ساله داره روی کهکشان ها تأثیر میذاره و ما تازه کشفش کردیم. حالا میخوایم به این سوال برسیم که بادهای فعال این اخترویش چطور میتونه باعث خاموش شدن خود سیاه‌چاله بشه و خود سیاه‌چاله رو بیایم بررسی کنیم. یعنی آیا ممکنه سیاه‌چاله به این روش کامل از بین بره و اگر اینطوری از بین نمیره چه چیزی باعث نابودی سیاه‌چاله میشه؟ سیاه‌چاله‌ها در اصل متوقف نمیشن، یعنی به این معنا که از بین برن یا به طور کامل غیر فعال بشن، اما فرایندی وجود داره که میتونه رشد سیاه‌چاله رو متوقف یا کند کنه. سیاه‌چاله ها از طریق جذب گاز و غبار و مواد دیگه از اطرافشون که بهش اقتباس جرم میگن بزرگ میشن. این همون مواد زرد رنگیه که دور سیاه‌چاله رو پوشونده و همون دیسک تجمعیه که داره به داخل سیاه‌چاله کشیده میشه، انگار غذای سیاه‌چاله است. فرایندهایی مثل همین چیزی که جیمز وب کشف کرده باعث میشه که مواد به جای اینکه به داخل سیاه‌چاله بیان ازش خارج بشن. پس دیگه سیاه‌چاله چیزی برای تغذیه و رشد نداره. این همون فرایندیه که آهسته آهسته رشد سیاه‌چاله رو متوقف میکنه. حالا دیگه سیاه‌چاله مواد کافی برای رشد نداره، اما اینطور هم نیست که نابود بشه. همچنان به عنوان یک سیاه‌چاله باقی میمونه، فقط بزرگتر نمیشه. یا شاید هم رشدش خیلی کند میشه. در نهایت سیاه‌چاله‌ها به این شکل از بین نمیرن، فقط رشد نمیکنن. عمر سیاه‌چاله ها بسیار زیاده، طوری که تخمین میزنن حتی از عمر خود کیهان هم بیشتره. پس اگه تا اینجای ویدیو رو کامل تماشا نکردید و جاهایش رو رد کردید، میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد و جیمز وب چیکار کرد. تو این ویدیو در مورد کشف جدیدی از اخترویش J172115 صحبت کردیم که با استفاده از تلسکوپ جیمز وب مشاهده شد. این اخترویش حدود 13 میلیارد سال نوری ما بود و بادهایی رو تولید می‌کرد که گازها رو از کهکشان دور می‌کرد. وقتی گازهایی که ستاره می‌سازن از کهکشان دور بشن، پس فرایندی به نام خاموش‌سازی اتفاق می‌افته که ستاره‌ای توی کهکشان تولید نمی‌شه و کم کم کهکشان بدون تولید ستاره و اجرام رو به نابودی میره که بهش کهکشان مرده میگن. و بعد در مورد سیاه‌چاله‌ها گفتیم این بادهای اخترویش میتونن تغذیه‌شون رو متوقف کنن و رشد سیاه‌چاله متوقف میشه که البته خود سیاه‌چاله اینطوری از بین نمیره. چیزهایی که جیمز وب کشف کرده دید ما رو نسبت به تکامل جهان بازتر میکنه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.